So parents have some concerns of some stuff they may have found in your room? Yeah, I believe so. And what would it be? A human head and hands. شاید باورتون نشه ولی این اعتراف یه قاتل به قتلش جلوی چشمای پلیس بود. بهتون قول میدم تا حالا هیچ قاتلی رو اینقدر پررو و وقیح ندیدید. فرشته های من به یه ویدیوی دیگه خوش اومدید. امروز قراره راجع به یه قاتل صحبت کنیم که به نظر من قاتلای سریالی جلو شرف دارن. انقدر این آدم خون سرده، انقدر بی احساسه، انقدر ریلکسه که باورتون نمیشه. قبل از شروع باید بهتون هشدار بدم که من تو این ویدیو قراره راجع به یه سری صحنه‌های خشن صحبت کنم، صحنه رو قراره توصیف کنم. پس اگر فکر میکنید حال روحی خوبی ندارید یا با شنیدن توصیفاتش ممکنه حالتون بچه، لطفاً این ویدیو رو نگاه نکنید. ولی اگر موندید و تصمیم گرفتید ببینیدش، مراقب پراتون باشید چون قراره بریزه. مهد کودک تری کوهی یکی از بهترین مهد کودک‌های شهر گرند جانکشن کلرادو بود. البته نمیشد دقیقاً اسمش رو بذاریم مهد کودک چون تری تو خونه خودش از بچه‌ها نگهداری می‌کرد، جای خاصی رو برای این کار در نظر نگرفته بود. اما خب با این وجود خانواده‌ها از سر تا سر شهر بچه‌هاشون رو می‌آوردن می‌ذاشتن پیش تری چون این آدم به شدت مهربون و خوش اخلاق و انرژی مثبت بود. اصلا انرژیش یه طوری بود که حس نمی‌کردی این آدم یه زن میان سال دوتا بچه بزرگ داره. حس می‌کردی یه دختر 30 خورده‌ای سال است. حالا علاوه بر انرژی مثبت و اخلاق خوبی که خود تری داشت، یه نکته دیگه هم مهد کودکش رو از مهد کودک‌های دیگه متمایز می‌کرد. چی؟ اینکه به شدت دیسیپلین داشت. هیچ موقع پیش نمی اومد که به والدین بچه‌ها بگه مثلا فلان روز تعطیل نمیتونید بچه‌هاتون رو بیارید. همیشه خیلی مرتب طبق برنامه صبح بچه‌ها رو تحویل می‌گرفت، بعد از ظهر برشون می‌گردون به خانواده‌هاشون. اما این دیسیپلین یک مارچ 2021 وقتی تری با یه صدایی که استرس توش موج می‌زد زنگ زد به خانواده‌ها که همین الان بیایید بچه‌هاتون از اینجا ببرید، خراب میشه. بچه های مسئله که یه مهد کودک زنگ بزنه وسط روز بگه ما تعطیل کردیم خیلی مسئله بزرگیه. به وجهه اون مهد کودک خیلی آسیب میزنه. چون اگر والدین اون بچه ها کار نداشتن، مشغول نبودن، که اصلا بچه هاشون رو نمیذاشتن مهد کودک. اگر مهد کودکی مجبور میشه وسط روز خانواده بچه ها رو زابراه کنه، حتما یه اتفاق خیلی مهم افتاده. در عرض یک ساعت والدین همه بچه ها میان بچه هاشون رو از اونجا میبرن و بعد از اینکه تری خیالش راحت شد که خونش خالیه، زنگ میزنه به پلیس. سلام، من یه چیزی که پیچیده شده بود لایه پلاستیک تو اتاق پسرم پیدا کردم. چیه؟ چیزی که پیدا کردی چیه؟ یه سر انسان. Is John with the address emergency? Hi, there is an emergency. I found something in my son's closet wrapped in a plastic bag. Okay, what was it? همونطوری که شنیدید تری به پلیس گزارش داد که تو اتاق پسرش بقایای جنازه انسانو پیدا کرده. ولی برای اینکه ببینیم اصلا اون سر تو اتاق پسرش چیکار می‌کرده، باید چند سال بریم عقب. برسیم به سال 2002. یعنی زمانی که تری و برایان سینیر بچه اولشونو تو گرند جانکشن کلرادو به دنیا آوردن، اسمشو گذاشتن برایان جونیر. خانواده اینا نمیدونم چطوری کار میکرده یا چرا، ولی با اینکه پدر و مادر خانواده همدیگر رو دوست داشتن، هیچ مشکلی هم با هم نداشتن، تو دوتا خونه جدا از هم زندگی میکردن. بابا توی خونه کوچیک بر خودش تنهایی زندگی میکرد، مامانه توی خونه 5 اتاق خوابه با برایان زندگی میکرد. و بچه‌ها، این که میگم رابطه‌شون با هم خوب بوده، واقعاً بوده. همیشه تعطیلات و مناسبت‌های مختلف و اینجور چیزا رو با هم می‌گذروندن. 3 سال بعد از تولد برایان هم با اینکه از هم جدا زندگی می‌کردن، یه بچه دیگه به دنیا آوردن، اسمشو گذاشتن اندی. اندی بچه‌ها اصلا مهم نیست. یه پسر خوب، نرمال، آروم، گل پسر. می‌ذاریمش کنار، باش کاری نداریم. ما با برایان کار داریم. که انگار از همون اول دروازه های جهنم باز شده بود. یه بچه از توش اومده بود بیرون. بیادب، بد اخلاق، حرف گوش نکن، دماغو. یه عجوبه ای بود این بچه.
یه جوری بود که وقتی 5 ساله شد انقدر مامانشو آسی کرده بود تری بردتش دکتر. دکتر بهش گفت بچت خیلی مشکل داره. اوتیسم داره، فلان چیز داره، فلان چیز داره، فلان چیز داره، ولی فعلا برای اینکه انقدر اذیتت نکنه یه جا بند بشه بهش داروهای ADHD میدیم. از 5 سالگی داروهاشو شروع میکنن. یه 6-7 سالی برایان نرمال زندگی میکنه. منتها بعد از 6-7 سال دوباره رفتارهای آزاردهنده شروع میشه. یه جوری هم بچه ها شروع میشه که معلماش، دانش آموزای دیگه مدرسه، مشاورا، همه متفق القول میگن این بچه کریپی ترین و رومخترین بچه رو کل کره زمینه. بذارید براتون مثال بزنم. مثلا با بچه های دیگه میشه سر یه میز نهار بخوره، یه دختر رندوم از جلوشون رد میشد. یهو برایان برمیگشت میگفت آخ چه حالی میده الان یه مرد از اون پشت بیاد بیرون به این دختر تجاوز کنه. بچه های دیگه شوکه میشدن از شنیدن این حرف. میگفتم برایان یعنی چی؟ یعنی چی که چه حالی میده؟ داریم غذا میخوریم، نزن این حرفا رو. برایان جواب میداد اه چقدر لوسید شما، اگر مردی دلش بخواد این کار رو بکنه باید بتونه، یعنی چی که قانون جلوشو میگیره. یا مثلا برای دوستاش میم میفرستاد، ولی میماش هیچ وقت عادی نبود، همیشه یه چیز دارک مثل قتل، حیوان آزاری، آدمخواری از اینجور چیزا توشون بود. یه بار تو جمع دوستاش گفت بچه ها تا حالا اسنک گوشت خشک خوردید؟ خیلی خوشمزه است. دوستاش گفتن نه به مام یاد بده چطوری درست میشه. گفت کار نداره که میری یه سگ یا گربه پیدا میکنی میندازیش تو چرخ گوشت بعدم سرخش میکنی. اگرم میخوای گوشتت خیلی خوشمزه بشه ترجیحاً از سگ یا گربه خونگی استفاده کنی. نیکی شاید من یه روز اومدم خونتون سگتو خوردم. بچه ها این حرفو به خود نیکی زد. نیکی از ترس اینکه این واقعا نیاد خونشون سگشو بخوره زد زیر گریه رفت پیش مدیرشون بهش گفت برایان همچین حرفیو زده. یه داغ به داغای دل مدیره اضافه کرد، چون اونم اصلا دل خوشی از برایان نداشت. مدام معلمای مختلف میرفتن پیشش میگفتن ما از این بچه وحشت داریم، ما رو میترسونه. مثلا معلم تاریخ برای بچه‌ها تو کلاس فیلم کمپای نازی ها رو میذاشت. برایان به جای اینکه مثل بقیه بچه‌ها از بلاهایی که نازی‌ها سر مردم آوردن ناراحت بشه میزد زیر خنده، بلند تو کلاس داد میزد همینه همینه، کسی که قدرت داره بعد اینطوری مردم رو قلق و غم کنه. یا مثلا یهو سر کلاس میگفت این قاتلایی که اسلحه برمی‌دارن میرن تو مدرسه ها شلیک میکنن خدایی خیلی خفنن، چون بخوایم رو راست باشیم منم بدم نمیاد چند تا از این بچه‌های مدرسه رو بفرستم اون دنیا. این حرف بچه ها برای ما زیاد نگران کننده نیست، چون ما تیراندازی تو مدرسه نداریم، ولی برای یک کشوری مثل آمریکا که سکول شوتینگ توش یه مسئله بحرانزاست خیلی نگران کننده است. معلمی که سر کلاس بود وقتی برایان این حرف زد بلافاصله درخواست ملاقات اورژانسی داد با بقیه معلما. بهشون گفت اگر بچه تو مدرسه ما بخواد این کارو کنه اون بچه قطعا برایان کوهیه. بگذاریم. برایان علاوه بر مدرسه یه جای دیگه هم افکار تاریکشو به اشتراک میذاشت. کجا؟ تو ردیت. یه اکانت ساخته بود به اسم، اسمشو گوش بدید، پسر بوگندو. اونجا از فانتزیا و نظراتش صحبت میکرد. حالا من در ادامه چند تا از این پست‌ها رو براتون میخونم. ولی قبلش باید بدونید که فانتزیاش فقط در حد حرف زدن نبود. الگو شده بود جفری دامر سعی میکرد کاری که اون با قربانیاش انجام داده رو این رو حیوونا انجام بده. بذارید بازم براتون مثال بزنم. کسایی که گربه دارن مخصوصا تو خارج از کشور اجازه میدن گربه‌هاشون یه ساعتایی از روز بره بیرون برای خودش بچرخه. همسایه‌های این افراد معمولا میدونن که مثلا اون گربه سیاهه که ساعت 2 میاد از اینجا رد میشه مال خانم فلانیه، باهاش کاری ندارن. البته بهتر بگم آدمای سالم باهاش کاری ندارن. 23 اکتبر 2018 برایان میبینه گربه همسایه‌شون زیره یه درخت دراز کشیده داره بر خودش آفتاب میگیره. میره بالا سرش، خیلی ریلکس میگیرتش، میندازتش توی کاور بالش. اول سعی میکنه خفش کنه. میبینه گربه داره باش مبارزه میکنه، راحت خفه نمیشه. میره یه دریل بر میداره، فرو میکنه تو گردن گربه، از گردن به پایین فلجش میکنه. یعنی گربه هنوز زنده بود ولی نمیتونست تکون بخوره. برایان بدن شلش رو از رو زمین بر میداره، میبرتش تو اتاقش، انقدر سرش رو میکوبه به دیوار، گربه هم میمیره. راجع به این اتفاق برایان اینو تو ردیتش نوشته. خیلی هیجان زده بودم. هیجان از نوع خوبش.
انگار با ماده مخدر قتل نشه شده بودم. جسدش رو گذاشتم توی جعبه کفش زیر تختم، ولی چند بار دیگه هم موشب درش آوردم، با بدن شلش بازی کردم. آخر شب چاقمو برداشتم، سرش رو بریدم، گذاشتمش توی جعبه جدا و چند روز سرش رو تو اتاقم نگه داشتم. بعد چند روز سر شروع کرد به بو گرفتن. میترسیدم مامانم از این اتفاق با خبر بشه، ولی همین که میدونستم همچین کاریو تو خونه‌ای که مامان بابام و برادرم توش بودن انجام دادم، به هم حس قدرت میده. برایان همچنین راجب تیراندازی کلمباینم تو ردیتش مطلب نوشته. همون فاجعه‌ای که تو سال 1999 دوتا دانش آموز رفتن تو مدرسه 13 نفر رو کشتن. داشتم صحبتایی که اون دوتا قاتل قبل از قتل با هم دیگه کرده بودن رو میخوندم. فهمیدم منم دقیقا همین صحبت ها رو با دوستم کردم. اینکه از کیا تو مدرسه بدمون میاد، اینکه اگر قرار بود بکشیمشون چطوری بکشیم، اینکه چطوری از زیر مجازاتش در بریم و کلی موضوع جالب دیگه. 12 دسامبر 2018 برایان فانتزیاشو یه لول برد جلوتر. رفت تو اتوبوس مدرسه، با گرز دستی که خودش درست کرده بود محکم کوبید تو سر یه پسر معلول. دیروز با زن کتک زن زدم تو سر یه پسره. خیلی صحنه خنده داری بود. افتاده بود رو زمین، داشت گریه میکرد، ولی من فقط میتونستم بخندم. مدیرمون زنگ زد به مامانم. خوشبختانه مامانم طرف منو گرفت، ولی مدیر بیشورمون 2 هفته اخراجم کرد. بچه ها، تو این کیس به نظر من خانواده برایان دقیقا همونقدری که برایان مقصرن. چون هیچ وقت رفتارهای مشکل داره پسرشون رو جدی نمیگرفتن. هر بار مدرسه زنگ میزد میگفت پسرتون یه حرف خیلی بد زده یا یکی از بچه ها رو اذیت کرده، خانوادش زیر سیبیلی رد میکردن. میگفتن نه، پسر ما فقط یکم راجع به مسئله دارک کنجکاوه. فکر کن یه بار مامانش تو اتاقش کیت قتل پیدا کرد. کیت قتل به یه جعبه یا یه کیفی میگن که توش وسایل مورد نیاز قتل هست، مثل چاقو، اره، پلاستیک، دستکش و از اینجور چیزا. یه کیت قتل پیدا کرد، بهش گفت یا همین الان اینو میندازی دور یا زنگ میزنم به پلیس. یعنی تری حتی یه لحظه هم به این فکر نکرد که چرا پسرم باید پول تو جیبیاشو جمع کنه، بعد بره به جای اینکه مثل بقیه تینیجرها گوشی و لباس و چیزایی که تینیجرها دوست دارن بخره، کیت قتل بخره. من به شخصه اگر بودم همون لحظه پسرمو تحت نظر روانپزشک قرار میدادم. ولی تری به همین که اون کیتو بندازه دور بسنده کرد. همیشه حس میکرد اینکه همه با رفتارهای پسر کوچولوش مشکل دارن به خاطر اینه که ازش خوششون نمیاد، دارن اذیتش میکنن. وگرنه پسر این یه پسر کاملا نرماله که فقط یکم کنجکاویای عجیب داره. با همین دیدگاه کل زندگیشون رو رفتن جلو، تا اینکه تو سال 2019 مدیر مدرسه برایان زنگ زد بهشون، گفت بیاید پسرتون از اینجا ببرید، ما داریم به طور دائم اخراجش میکنیم، چون بچه های دیگه و معلم ها جایی که این پسر باشه احساس امنیت ندارن. تری و شوهرش میرن پرونده برایانو میگیرن، میبرن یه مدرسه دیگه، ولی این مدرسه جدیدم قبولش نمیکنه، چون تو پروندهش نوشته بود تو مدرسه قبلی چی کارا کرده. دوباره میبرن یه مدرسه دیگه، بازم قبولش نمیکنن. انقدر هی توسط مدرسه های مختلف رد میشن، آخر سر مجبور میشن ببرنش یه مدرسه خاص که مخصوص بچه های بیادب و درد سرساز بود ثبت نامش کنن. اما بچه ها ببینید برایان چه عجوبه‌ای بوده که فریاد معلمای این مدرسه رو هم در آورد. اگر بخوام همه کاری که تو این مدرسه جدید کرده رو براتون تعریف کنم، ویدیو خیلی طولانی میشه. برای همین به یه مورد که خودش تو ردیت تعریف کرده بسنده میکنم. 15 این ماه باعث شدم یه دختر حمله پنیک بهش دست بده. از قبل میشناختمش. اسمش الیه. الی خانوادشو توی انفجار از دست داده، باعث شده PTSD بگیره. برای همینم هر بار صدای بلند میشنوه حالش بد میشه. نگم براتون چقدر این دختر رو مخه. البته همه دختر رو مخن، ولی این یکی بیشتر رو مخه. 15 یواشکی بهش نزدیک شدم، محکم کنار گوشش دستامو کوبیدم به هم. وای باورتون نمیشه، شروع کرد به گریه کردن و نفس زدن، بعدم افتاد رو زمین. دوستان میگن کار بدی کردم، ولی اشکالی نداره، به هم خوش گذشت. پنیک اتاکای الی معمولا 5 دقیقه بیشتر طول نمیکشه، ولی این بار فرستادنش خونه، گفتن حالش تو مدرسه خوب نمیشه. البته من میدونم حرومزاده از قصد این کارو کرده که مدیر منو بیشتر اذیت کنه. بچه ها میدونم گفتم فقط یه مورد از کاره که تو این مدرسه کرده رو براتون تعریف میکنم،
ولی بذارید یکی دیگرم بگم که قشنگ درک کنید اگر مامان باباش بیشتر روانی بودن پسرشون رو جدی می‌گرفتن، الان این فاجعه‌ای که در ادامه براتون تعریف می‌کنم اتفاق نمی‌افتاد. یه روز معلم ریاضیش حس کرد برایان سر میزش داره یه چیزی غیر از درس می‌نویسه. رفت بالا سرش، دفترچه‌اش رو ازش گرفت. دید یه قتل رو کامل مرحله به مرحله برنامه ریزی کرده. قدم اول، ساعت 3 صبح میرم تو خونه‌شون. قدم دوم، میرم تو اتاق مامان باباه با چکش میکشمشون که صدا نداشته باشه بچه‌ها بیدار نشن. قدم سوم، میرم تو اتاق بچه‌ها، این خونه‌ای که انتخاب کردم 3 تا بچه داره. دونه دونه با چکش میکشمشون. و در آخر تو قدم چهارم یه سری وسایل ارزشمند از تو خونه میدوزدم که پلیس فکر کنه این قتلا کار یه دزد بوده. آقا دیگه بیشتر از این چی میخواید؟ چقدر رد فلگ نیاز دارید که یکی رو تو تیمارستان بستری کنید؟ کارای وحشتناکش همینطوری زیر سیبیلی رد شد تا اینکه به این نتیجه رسید که بهتره فانتزیاشو یه مرحله دیگه هم ببره جلوتر. اولش فقط حرف زدن راجع به فانتزیاش بود. بعد شد آسیب رسوندن به حیوونا، بعد آسیب رسوندن به بچه‌ها و حالا وقتش رسیده بود که به بزرگسال آسیب بزنه. یه جوری انگار می‌خواست خودشو تست کنه ببین از پس بزرگسالان برمیاد یا نه. چی کار کرد؟ رفت به عنوان نیروی نیمه وقت توی سوپرمارکت زنجیره‌ای به اسم سیف بی استخدام شد. شد مسئول جمع کردن و مرتب کردن این ترولیای خرید. دو سه روز اونجا عادی کار کرد. بعد از دو سه روز دید یه خانم مسن تو فروشگاه خم شده داره از تو سبدش یه چیزی برمی‌داره. رفت جلو با 7 ترولی که اینطوری تو هم بودن محکم کوبون تو کمر و پاهای خانومه، باعث شد خانومه آسیب جدی ببینه، بره از سیفه $500,000 غرامت بگیره. بعد از این اتفاق بالاخره مام باباش به این نتیجه میرسن که وقتشه پسر سایکوپاتشون تحت نظر یه روانپزشک قرار بگیره. میبرنش پیش یه روانپزشک معروف. روانپزشک بعد از یه جلسه صحبت با برایان ارجاعش میده به یه روانپزشک دیگه، میگه ببخشید این کیس از توانایی من خارجه. برایان میره پیش روانپزشک دومیه قبولش میکنه. بهش میگه اگر همینطوری به این کاری که داری میکنی ادامه بدی همه ازت متنفر میشن، تا آخر عمرت تنها میمونی. یک ساعت تموم راجع به مسائل مختلف باش حرف میزنه، ولی برایان از کل این یک ساعت همین یک کلمه ازت متنفر میشن و بر میداره. میره تو این فاز که نکنه دوستان بخوان منو بکشن. اگر 1% از این فکرهایی که من راجع به اونا دارم و اونا هم راجع به من داشته باشن، این اتفاق کاملا ممکنه. از این نقطه به بعد پارانوید میشه. همیشه یه چاقوی انقدری تو ماشینش نگه میداره که اگر کسی خواست بهش حمله کنه بکشتش، این دست پیش بگیره اول حمله کنه. به خانواده و دوستان مشکوک شدم. اونا فکر میکنن من بیارزشم، ولی در واقع اونان که بیارزش و ضعیفن. من از همشون باهوشترم و مقدر شده که کارای بزرگی انجام بدم. من باید قبل از اینکه اونا فرصت کنن منو بکشن، بکشمشون. اونا بعد از مرگ فراموش میشن، ولی من اسمم برای همیشه کنار آدمای بزرگ تاریخ قرار میگیره. آدمای بزرگ تاریخ منظورش پدوفایلا و قاتلای سریالی معروف بود. خب، میرسیم به 27 فوریه 2021. اون شب، ساعت 10 شب، برایان از رو تختش بلند میشه، میره از تو پنجره بیرون رو نگاه میکنه. میبینه چقدر هوا صاف و خوبه. ماه کامله، خیابونا یکم بیشتر از همیشه روشنه، دیده خیلی خوبی داره. مامان، من دارم میرم بیرون یکم با ماشین دور بزنم. فکرم مشغوله، میخوام بازش کنم. باشه عزیزم، برو مراقب خودت باش. بچه‌ها، نه اینکه برایان خیلی پسر سربزی رو بی مشکلی بود، مامانش دلیلی نداشت شک کنه که چرا پسر ساعت 10 شب میخواد بره تو خیابون دور بزنه. اجازه داد برایان رفت بیرون. It was a full moon, and I figured I can see so well, why not drive out? And I am in a bad state of mind at that time. I have major depressive disorder, so I am not thinking something positively. Okay. And I'm cruising around for an hour and a half. So I fill up on gas halfway through. And I'm eventually driving underneath the bridge near the sheriff's office. پلی که داشت راجبش حرف میزد پل برادوی بود. برای درک بهتر ماجرا لازمه بهتون بگم که نقشه اونجا چه شکلیه. اینطوریه که یه پل خیلی بزرگه،
دوتا جاده از زیرش رد میشه. منتها بین این دوتا جاده 5 تا ریل قطار فاصله است. یعنی اون ناحیه خیلی بزرگیه. پل خیلی بزرگیه. زیرش یه عالم ستونای قول پیکر هست که وزن پل رو بتونن تحمل کنن. که یعنی چی؟ یعنی اونجا یه عالم نقطه کور داره که آدمای تو جاده، آدمای رو پل از بعضی از زاویه ها نمیتونن ببیننش و همینم متاسفانه باعث شده که اونجا تبدیل بشه به یه محل محبوب برای خوابیدن افراد بی خانمان. برایان شروع میکنه به رانندگی کردن زیر این پل. یهو میبینه کنار یکی از این ریلای قطار یه پارچه زخیم هست. زیرش انگار یه چیزی پنهان شده. There's a road underneath, right? Uh-huh. Under the overpass. And I was driving along and I see a shape here on the railway track. So I'm like, oh, interesting. So I go up and as I'm looking, I see a large thing. بچه ها درست حد زده بود. اون برآمدگی یه فرد بی خانمان بود که بدبخت از همه جا بی خبر اون شب هم مثل شبای دیگه زیر پارچه‌ای که به عنوان پتو ازش استفاده میکرد خوابیده بود. اینجا انگار یه چیزی تو مغز برایان جرقه میزنه. به نظرش میرسه این بهترین موقعیته که فانتزیاشو به طور کامل عملی کنه. I grab a knife. I put on 3 layers of gloves, because plastic gloves can betray their users because they're so thin, the vinyl gloves, by imprinting your fingerprints through. So I put on 2, 3 on one hand, I took the knife, I pulled back the canvas, and I stabbed his neck. به همین سادگی به گردن آدمی که نه تا حالا دیدتش، نه میشناستش، نه بهش بدی کرده چاقو میزنه. خب برایان تعریف کن بعد از اینکه بهش چاقو زدی چی شد؟ He was panicking at first in his old man's voice. He was in his 50s. I'm not lying. I know why I call an old man. He was saying, "What are you doing? What are you doing? Why?" And I just kept on stabbing his neck. I was okay if I do a demonstration. Oh yeah. This is him. I was straddled on top of him like this. Okay. سخت نبود؟ چاقو زدن به یه آدم بالغ سخت نبود؟ باهات مبارزه نکرد؟ It was actually surprisingly easy. I was barely breaking the sweat. I thought, oh my God, he's going to be tough. But no, it was actually surprisingly easy. And during the time I was growling and making animalistic noises. What, why were you doing that? I suppose it was a frenzy. Okay. I was so excited, so rushed up on adrenaline and energy. Okay. اوکی مبارزه نکرد. حرف چی؟ تو لحظه های آخر عمرش باهات حرف زد؟ Took out his last breath. After I killed him, I just couldn't stop saying, stinky, dirty, dirty, stinky, stinky. I wasn't smelling anything, but... Then why were you saying that? I don't know. نگران نبودی موقع انجام این کار یکی ببینتت گیر بیافتی؟ It was 11 p.m., okay. So not many were driving by. Well, it was behind the pillar. So, like, here's the road. Uh-huh. It was here. So people would only see a brief thing here and here. So were you worried about them seeing you? I was worried about one of them stopping. But what did you think would happen if somebody... Well, if they looked, well, it was quite dark under there, so they wouldn't have seen the guy unless they looked. They would have seen me holding a bloody 12-inch knife, wearing gloves, and wearing a mask to conceal my identity. بچه ها زمانی که برایان به این نتیجه رسید که دیگه چاقو زدن کافیه، گردن مرده به خاطر ضربه‌های متعدد چاقو تقریبا قطع شده بود. کاملا واضح بود که دیگه مرده و الان وقتش بود برایان یه فکری به حال جسد بکنه. چون معتقد بود اگر جسد رو خوب از بین ببره هیچ وقت هیچ کس متوجه گم شدن یه فرد بی خانمان نمیشه. اصلا مگه این افراد برای جامعه مهمن که کسی بخواد دنبالشون بگرده؟ یه نفس عمیق کشید، شروع کرد به تیکه تیکه کردن جسد. جزئیاتش رو از زبون خودش بشنوید. I stripped his clothes. I cut open his belly.
to see his guts. They're really pink. Sorry, that was morbid. Then I cut off his head. I gave him a Glasgow smile. What's that? A Joker smile. I destroyed his eyes by stabbing them in. Okay. And then I cut off his hands. I put those in plastic Ziploc bags. And then I cut off his right arm at this joint. Okay. And at this joint. And then at this arm, I tried cutting it here, and then I tried cutting it here, but what happened was, I accidentally broke his bone. This one, it was poking out. Okay. And so I left that one here, partially cut, dismembered here, bone sticking out. اینجا برایان میفهمه از بین بردن جسد اونقدرام که تو مستندای قاتلای سریالی نشون میدن کار راحتی نیست. نفس نفس زنان میشینه کنار جسد با خودش برنامه ریزی میکنه. به این نتیجه میرسه که خب حالا اگر جسد رو از بین نبرم اتفاق خاصی نمیافته. برایان هیچ کانکشنی با این مرد نداره، دستکش پوشیده اثر انگشتی ازش نیست. کلن اگرم پلیس پیداش کنه نمیتونه قتل رو به اون ربط بده. بلند میشه با خیال راحت سر و دوتا دستای مقتولو از مچ به پایین قطع میکنه. میذاره تو جعبه پیتزایی که از چند روز قبل تو صندوق عقب ماشینش داشت. با خودش به عنوان غنیمت میبره خونه. بقیه جسدو همونجا ول میکنه. I left his body there. And then I took the head, put it in a leftover box from the dinner a few nights ago. And then I took the hands, put them in the back, drove home, hid the hands and head in my room, cleaned the knife, threw away the garbage with the blood on it, and then put the blood stained, wasn't stained, it had splatters on it. I put it in the dish, in the washing machine. What? What did you put in there? I put the outfit I murdered him in, put it on high speed so it would effectively remove the blood. I washed it twice. And then I try going to sleep. بعد از اینکه همه این کارا رو کرد میره تو تختش، سعی میکنه بخوابه، ولی استرس میگیره نمیتونه بخوابه. نکنه دستکشم سوراخ شده باشه، اثر انگشتم تو صحنه جرم پیدا بشه. نکنه یه سوتی داده باشم باعث بشه پلیس گیرم بندازه. من باید باهوشتر از قاتلای دیگه باشم. بعد برگردم صحنه جرم، جنازه رو از بین ببرم. I drove back in a different outfit. Picked up his body. برایان جسد رو میذاره تو صندوق ماشینش، میره تا میرسه به بوترمپ رودخونه کلورادو. بچه ها بوترمپ به سراشیبیایی میگن که مردم ازشون برای تو آب انداختن قایقای کوچیکی از آب برداشتنشون استفاده میکنن. اینطوریه که قایق رو میبندن پشت ماشین، دنده عقب میگیرن، از رمپ میرن پایین، قایق خودش آروم آروم میره تو آب. برایان میره رو رمپ، دنده عقب میگیره، یکم ماشین رو میبره تو آب، بعدم از ماشین پیاده میشه، در صندوق رو باز میکنه، جنازه رو در میاره، ول میکنه تو آب. I open the trunk, I take his body out, I put it in the water, because I don't want fingerprints on a body, so I just try moving it with my shoes. That works successfully. He goes out some part in the river and floats off. Okay. God knows where he is now. بازجوه میگه اوکی، پس سر و دستاش تو خونته، بقیه بدنش هم تو رودخونه است. یعنی اگر ما بریم رودخونه رو بگردیم جسدش رو کامل پیدا میکنیم دیگه. نه، نه. من جسدش رو پخش کردم این ور اون ور. اونی که انداختم تو رودخونه بالا تنش بود بدون دست و پا. دست و پاهاش رو پخش کردم همون زیر پل. It's right here. Yeah. Cause there's an arm. There's an arm, there's another arm. Okay, hold on, hold on. Let's do some pictures. There's another one. I don't have a clue. This is like something out of TV. Yeah. Right here's a leg. That could be the upper arm or a leg. Well, there's three. There, there, and there. خب. بعد از اینکه بالا تنه مقتول رو میندازه تو رودخونه، برمیگرده میشینه تو ماشینش که از بطرم بره بیرون. ولی هرچی تلاش میکنه نمیتونه بره. ماشین
گیر کرده بود. آب ذره ذره میکشتش عقب تا اینکه ماشین کامل میفته تو رودخونه. برایان مجبور میشه زنگ بزنه به مامان باباش. ساعت 3 صبح تری و شوهرش میرن اونجا، زنگ میزنن به پلیس که بیاد کمکشون کنه ماشین رو از تو آب در بیارن. و چون اون موقع هیچ کس جز برایان نمیدونست اون ناحیه در واقع یه صحنه جرمه، با هر هر کر کر این کارو میکنن. How do we call a tow for that? I don't know, because he'd have to get in the friggin' water. Yeah. I caught Black's towing. They want me to text them a photo of the car because they think they might be able to pull it out. Okay. So you're already in contact well, with them? Well, yeah, but I only have like 10% battery left on my phone, and now he wants me to text him a photo of the car, and I'm okay. Like, oh, good Lord. I can take one and text it to him for you if you'd like. Oh, that would be fantastic. Thank you. پلیس به تری میگه چی شد ماشین افتاد تو رودخونه؟ من 15 سال پلیسم، تا الان حتی یه بارم ندیدم یه ماشین خود به خود بره تو رودخونه. تری دروغی که برایان براش تعریف کرده بود و برای پلیس تعریف میکنه. He's an inexperienced driver. Okay. He's parked here on the angle. I got out and my just looked down at the window for a moment, and when he went to get back in, he wasn't able because of the angle to. توضیحی که تری به پلیس میده زیاد منطقی به نظر نمیرسه. برای همینم پلیس میره مستقیم با خود برایان که تو ماشین باباش نشسته بود صحبت میکنه. Is your son right here? Yep. Hey, pardon you, come on, talk to me real quick. Sure, I mean, I'm really cold. Is it okay if it's in here? Because it's fine. Pants cause he had okay, submerged. That's fine. I did not know that. No, please stay in the car. Yeah. All right. Nobody else in the car. Nope. No, okay. No, just us. I'm the father. That's the mother. This is our son. He sounds good. 20 minutes ago and said, "Dad, I parked at the boat ramp and I messed up. I tried to get out of the car and slid down." Well, you're not hurt, right? You're okay? No, just a little cold is all. Just beside your pride a little bit. And probably $7,000. خلاصه اون شب ماشین از رودخونه در میارن، همه میرن سراغ زندگیاشون. فرداش بابای برایان میره تو گاراژ، شروع میکنه به تمیز کردن ماشین. و بچه ها حدس بزنید چی هنوز زیر در صندوق ماشین باقی مونده بود؟ خون. استرس میگیره، میره پیش برایان، ازش میپرسه جریان این لکه که رو ماشینته چیه؟ برایان میگه هیچی بابا، یادت چند وقت پیش رفتم کلاس گیریم سینمایی؟ از اون موقع یه بطری خون مصنوعی تو ماشینم داشتم، احتمالاً اون ریخته. خب منطقیه. برمیگرده تو گاراژ به تمیز کردن ادامه میده. تو در سمت شاگرد تو ماشین یه کیف پول پیدا میکنه. در کیف پولو باز میکنه، میبینه توش کارت شناسایی یه آدم غریبه است که تو پیپل ردی کار میکنه. برای اینکه ببینه این آدم کیه یا کیف پولش دست پسر این چی کار میکنه، زنگ میزنه به مؤسسه. As I go around the passenger door, I open the passenger door, and there's a wallet in between this door and I open up, that's not Brian's wallet, it's frozen solid. That's not Brian's wallet, so I take him aside, I end up getting one of the wads of cards out, there's a Labor Ready, I read that, so I call it Labor Ready. I was like, hey, this is a weird call, but I've got a wallet here with so-and-so's name, and I'm hoping he works for you all. Mm-hmm. Oh yeah, my one, we've been missing him, yes, he didn't show up today. Okay, well, I found his wallet at Blue Heaven Boat Ramp. So here's my name. Here's all my information. If you get a hold of him, tell him I found his wallet here at my house. Okay, so I left that like that. Called Brian. Brian, what's going on? Why is there a wallet in the car? Oh, I found it down at the boat ramp when I was down there walking around. And he was so sincere. همطور که دیدید برایان به باباش دروغ میگه، میگه کیف پول از رو زمین پیدا کرده و باباش هم حرفشو باور میکنه. ولی این قضیه همینجا تموم نمیشه. چرا؟ چون برایان اشتباه ترین فرد بی‌خانمانو برای قتل انتخاب کرده بود. وارن بارنز مرد 69 ساله به شدت مهربون بود که با اینکه بی‌خانمان بود همه مردم اون منطقه میشناختنش و دوستش داشتن. وارن عاشق این بود که به پرنده ها غذا بده. تو کارش هم یه کارمند نمونه بود. مؤسسه پیپل ردی که مؤسسه کاریابی استخدامش کرده بود، وارن هم چون عاشق کارش بود و قدر این که الان یه جا استخدامه رو میدونست، هر روز رأس ساعت 8 صبح سر کار حاضر میشد. یعنی اینکه وارن فردای فوتش نرفته بود سر کار برای همه عجیب بود. همه متوجه غیبتش شده بودن. حالا علاوه بر اینکه همکاراش متوجه شده بودن وارن نیست، آدمای عادی هم که هر روز از جلوی محل نشستنش تو خیابون رد میشدن، فهمیدن یه مشکلی براش پیش اومده، متوجه غیبتش شدن. یکی از این افراد زنگ زد به پلیس.
How do you know Warren? I own Monique's Bridal downtown, and I give him a chair to sit and read his books. When was the last time you saw him? Saturday, 5 o'clock. I said, I'll see you tomorrow, Warren. And he was like, okay, meaning he planned on coming down on Sunday. And then he did not show up. So I'm thinking if they saw him Saturday, maybe it happened more up there because it's weird. He would never come down here. He would never come all the way down here. He doesn't have a camp down here or anything? No, he worked for People Ready. And someone found the wallet and called People Ready this morning. And they said that everything looked like it was in there because he doesn't have much. And I just gave him $20 for beer. So they found his wallet just down here at the boat ramp. تو این نقطه چند تا اتفاق همزمان میفته. از یه طرف بابای برایان زنگ میزنه پیپل ریدی بهشون میگه کیف پول وارن بارنز دست منه. از یه طرف دوستای وارن زنگ میزنن به پلیس گم شدنشو گزارش میدن. از یه طرف دیگه تری تصمیم میگیره بره تو اتاق پسرش. اتاقش رو تمیز کنه. میره تو اتاق برایان، در کمدو باز میکنه و سورپرایز. سر یه آدم اون توه. Cleaning up, putting some things away, and he has a Rubbermaid container in his closet. And so I just kind of started digging through, going, you know, what is this mess? You know, like mom do. Sure. And I saw a plastic bag, a white plastic trash bag. And I was like, what in the world does he have in here? And I picked it up, and it was heavy. And I held it in my hands, and I was like, what in the world is this? What the world? Is it not like maggots covering something? Or I don't know. I better take it in the sink. So I carried it out to the sink, and it was double bags. So I ripped open one bag, and I saw my old boy. Okay. And I went, what am I going to find? So I ripped open the second bag, and it was long as a head. تری از دیدن اون صحنه مثل هر آدم نرمال دیگه‌ای پنیک کرده بود. ولی همونطور که اول ویدیو بهتون گفتم یه مهد کودک خونگی داشت. اون روز هم 5 بچه تو خونشون بودن. اول زنگ میزنه به خانواده بچه‌ها که بیان بچه‌هاشون از اونجا ببرن. بعدم بلافاصله زنگ میزنه به بابای برایان که ببینن با این سر چه غلطی باید بکنن. شوهر تری چند دقیقه بعد میرسه خونه، سر رو میبینه. به تری میگه پسرمون دیوونه است. اگر برسه خونه بفهمه ما فهمیدیم چی کار کرده، جون خودمونم به خطر میافته. بهتره قبل از اینکه از خونه دوستش برگرده، تون تایم برایان خونه دوستش کایلین بود. بهتره قبل از اینکه برگرده زنگ بزنیم به پلیس. تری میگه باشه، زنگ میزنه. ولی در حین صحبت کردنش با پلیس، برایان میرسه خونه. I found something in my son's closet wrapped in a plastic bag. Okay, what was it? I think it's a human head. It's a what? I think it's a human head. Why do you think it's that? Because it looks like it has an ear. Is it bloody or does it like anything like that? Just, can you just come? Do I have to take a picture and send it to you? What's the address? He's your son there now? He just pulled up. How old is he? 19. He's had a little bit of a fascination with the morbid, but he was channeling it, I thought, into becoming a crime scene investigator, but not so much. Do you think he's going to be cooperative with us? I don't know. I don't think he'll be violent. Okay. Just came back from his son's house. Does he have any weapons in his room, or do you guys have any in the house? I don't know. I think that he has a shotgun, but we can certainly remove it immediately before he gets in his room. He's out by the car now, so... Is the bag still in the closet? No, it's in my kitchen sink. And there's a secondary bag that I have not opened. It's currently covered with a towel. And there's a it's second bag? There's a second bag that I don't know what's in it. I didn't open it. I'm sorry. Did he take the second bag out of the closet? I took the second bag out of the closet and put it in the sink.
Where's Brian now? I think he's still out front. And you're in the backyard now? I am, yes, because I don't want him to hear me. کلن 5 دقیقه طول میکشه تا پلیس برسه جلوی در خونشون. تو این 5 دقیقه بابای برایان جلوی در دست پسرش میکنه، اجازه نمیده بره تو خونه. پلیس و برایان تو اون محوطه حیاتشون همدیگر رو میبینن. What's going on, man? Cooperate. I am going to cooperate. Okay, so parents have some concerns of some stuff they may have found in your room? Yeah, I believe so. And what would it be? A human head and hands. Do you have anything on you that's going to cut, poke, hurt, stick me anything without reaching for nothing? Don't reach for nothing. My phone and my wallet, that's okay. It. Well, I'm gonna have you face that way, put your hands on top of your head for me real quick. I just want to make sure you interlace your fingers for me real quick, all right? I'm gonna have you walk over here. You're gonna sit in the back of my partner's patrol car for a minute, okay? Not yet. Okay. Can you walk me inside, please? Let's walk you off through this. What happened there again? Okay. Let me do it. You go inside. Well, let's stay out here with me for a minute. Sit down. Come on, sit down, dude. Well, can I go in there and verify here first? Oh, yeah, please. Annie, stay with your mother. Give her a... House is empty. Okay. She had a bad feeling about what happened this weekend. Okay. And she said there's a bag in this closet, and okay. She opened it up, and she called me and said, get over here right now. I covered it with the towel. Okay. I didn't want him to see it, because we didn't want him to run. I don't want to look at it. Yeah. بچه های یتیکه رو که برایان ظلم میزنه به پلیس با اون قیافه میگه دست و سر انسان من تو تیک تاک دیدم. اصلا همین یتیکه باعث شد این کیس رو براتون کاور کنم. نمیتونستم باور کنم یکی انقدر وقیح باشه که بدون تفره رفتن با اون قیافه به قتلش جلوی پلیس اعتراف کنه. البته فقط من نیستم. حتی خود پلیس هم نمیتونست باور کنه این بشر انقدر ریلکسه. بهش گفتن چرا داری با همون همکاری میکنی؟ جواب داد چون قتل انجام دادم، پنهان کردنش فایده ای نداره. Because, I mean, Murray going to jail for 15 years, probably? I have no idea. Because we're at the beginning. It's murder. I mean, I'm going to jail for 20, probably. But I figure, why fight it? دادگاه برایان تو فوریه سال 2023 برگزار شد و 12 روز طول کشید. تو این 12 روز برایان حتی یه بارم ابراز پشیمونی نکرد و ادعا کرد موقع انجام قتل جنون بهش دست داده، پس گناهکار نیست. خانوادش از دادگاه براش تخفیف خواستن، گفتن پسرشون از بچگی مشکلات روانی داشته، اگر به جای زندان بفرستنش تیمارستان در عرض چند سال سلامتیشو به دست میاره میتونه برگرده به جامعه. ولی خوشبختانه قاضی و هیئت منصفه نظرشون چیز دیگه ای بود. قاضی گفت برایان تو کل بازجویی‌ها جوری حرف میزده که انگار به انجام این کار افتخار میکرده. تو کل این 12 روزم من اثری از پشیمونی تو چهرش ندیدم. پس این آدم باید تو زندان بپوسه. برایان کوهی حکم حبس ابد بدون امکان آزادی گرفت و این حکم باعث شد پدر و مادرش علاوه بر از دست دادن پسرشون، کل زندگیشون هم از دست بدن. چون خبر این حکم عین بمب تو آمریکا ترکید، باعث شد باباش از کارش اخراج بشه. دیگه هم هیچ کس اعتماد نکنه بچه‌شو بذاره تو مهد کودک تری. میدونید برنده های اصلی این کیس کیا بودن؟ مردم گرند جانکشن. چون اگر برایان یه کوچولو باهوش بود 100% قاتل سریالی میشد. تا الان کلی از مردم اون شهر قربانی شده بودن. یعنی این چی شانس آوردن IQ سایکوپت شهرشون اندازه کلم بروکلی بود. امیدوارم هیچ وقت همچین آدمایی اطراف فرشته های من نباشن. و اینکه مثل همیشه مرسی که تا اینجا همراه هم بودید. دوستتون دارم. تو ویدیو بعدی میبینمتون.